سلام و صد سلام و هزاران سلام خدمت تمام شما هموطنای خوب و نازنینم و فارسی زبانای محترم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید عزیزان در پناه خداوند یکتا بوده باشید. روز و روزگارتان خوش و روزهایتان همیشه بهار. عزیزان دل، امروز در خدمت شما هستم دوباره با داستانی دیگری از دختر افغان در امریکا و در ایالاتی زیبای کالیفرنیا. خب عزیزان دل، پیش از اینکه داستان شروع بکنم تشکری بکنم از تمام شما بابت کامنت های زیبای شما، تشکری بکنم بابت این همه لطف و محبتی که شما داری. خب عزیزان دل، داستانی دختر افغان از کالیفرنیای زیبا. چرا میگم کالیفرنیای زیبا؟ به خاطر کالیفرنیا بسیار زیبا هست. کالیفرنیا یعنی یا کالیفرنیا بهشتی روی زمین هست. هر ایالت امریکا خوبی خودش داره و زیبایی خودش داره. کالیفرنیا یکی از زیباترین ایالت امریکا هست. البته گفتن نمیتونم که زیباترین باشم. اورگان بسیار زیبا هست. من ندیدم ولی در تلویزیون دیدیم. هم شنیدیم و نیویورک، سیاتل یا هر جایی، میامی که همو فلوریدا هست و خیلی جاهای دیگه. خب ما چون در کالیفرنیا زندگی میکنیم، من کالیفرنیا رو میگم زیباترین ایالت امریکا هست. امریکا، همه جای امریکا زیبا هست. مردم امریکا زیبا قلب هستن، قلبشان زیبا هست. مردم اصیل امریکا که من تعریف بی خودی از کسی نمی کنم، مردم امریکا بسیار مردمی خوب است. چرا که اینا قدر مهربان و چی مرتان بگویم، از نظر شخصی من که از من پرسان کنین که مردم امریکا چه قسم مردم است، میگم بهترین است. کار به کاری کسی ندارن. اگر بشینین پیشش از یک دیگر کدامی بشینه شیطانی بکنه، طرفش میبینه میگه خب چرا یک بار دمه میزنی؟ در دنیا آدم های شیطان و مننداز و دو به هم زن دوست ندارن. مردم راست و صادق هستن. البته در بین اینا تک و توک دیوانه و مشکل دارم هست. بعضی هایشان که در زنجیرم بسته نمیشه، ولی خوب بسیار زیاد دارن مردم امریکا. من امریکا رو بسیار دوست دارم. امریکا و همون قسم که نامش زیبا هست، همیشه میگن God bless امریکا، یعنی امریکا رو همیشه باید ما کسایی که در امریکا هست بگوییم که خداوند مواظب امریکا باشه و امریکا رو برکت بده. چون که حالا ما کار در این نداریم که بعضی ها میگن فلسطین ای تو کرد، نمیفهم عراق ای تو کرد، افغانستان ای تو کرد. هر چی که شود از دست خود مردم ما شد و مردم دیگه جای هم همچنان، مردم فلسطین یا مردم عراق یا مردم سوریه یا مردم یمن یا هر جایی که شدن از دست خودشون شدن. ولی اگر حساب درست بکنیم، شیطنتی که امروز در تمام دنیا میکنه، از ایران کده کس شیطان تر، از پاکستان کده کس شیطان تر، این نیست. این دو کشور دیگه گوشنه است و دربدر است و دو به هم زن. مسلمان مسلمان، اسلام اسلام گفته بخیر من انسان ها را قتل عام کردن، خلاص کردن. خب بلند در پسشان او را در قصهش نمیشیم. خواستم امروز برتان بگویم یکم از زیبایی های امریکا بگویم، تعریف بکنم از مردمی خوبی امریکا و تعریف بکنم کسی را که عزیزان در امریکا می آیا. یعنی خداوند خیری مردم خواسته که اونا در اینجا آمدن. امریکا جایی هست که تو می تانی ثروتمندترین انسانی روی زمین شوی، کسی به تو کار نداره و می تانی هم کارتون خواب شوی، باز هم کسی به تو کار نداره. اونم نان تو را مثل ما یکی دیگه برده برش می ده. ولی در تمام دنیا شکما را سیر می کنن، گوشنه ها را برش نان می دن. ای قدر در این مملکت غذا و پول و همه خوبی هایی که بگویی در این مملکت هست. دیروز با دخترم در موتر سوار بودیم و در راه می رفتیم،
یک زن و مرد پاکستانی را دیدم که با چوب را میرفت. من نفهمیدم، خیال کردم افغان است، ولی دخترم گفت نه مادر جان، نا پاکستانی است. همو کالا و همو رفتار، ولی بسیار اینا پیر و ناتوان بودن. دخترم گفت مادرم اینا اینجا چی میکنند؟ ملک خودشان چرا نیستن؟ خب اینا با این کالا خب مطمئن هستم که نه آمدن، یعنی در امریکا. گفتم بچه کسی اگر در امریکا میایه تنها به این خاطر نمیایه، مردم در فکر این نیستن که من تنها هستم. در کشور ما، در بعضی کشورها هست، بسیار غذا کم هست، پیسه کم هست، مردم بسیار در شکمشان در زور سیر میکنن. اینا که اینجا آمدن در فکر این نیست که من تنها هستم، در فکر این هست که اینجا غذا زیاد هست، در این سن و سال برازی پیسه میتن، در این سن و سال برازی این فودیستم داره، این پیسه همو سوشال سیکیوریتی میگم، پیسه که برای کسایی که سن و سالش بالا میره از 60 برش میتن. گفتم این ماش داره، خانه داره، دولت داره، هاوزینگ داره، دیگه داره کمک میکنه. ای در پاکستان ایران باشه چی میکنه؟ مجبور است برو درون آشغالا رو بگرده غذا پیدا کنن بخورن. دخترم گفت وی مادر قسم است. گفتم ما پس برای چی اینا آمدن؟ با چوب میگردن، ولی اینی قدر ناتوان بودن که اگر چوب نبود شاید اینا میغلطیدن. به همه خاطر خواستم براتون بگویم هر کسی که در این کشور می آید اگر تلاش بکنه در جایی می رسد، ولی اگر تلاش نکنه مثل همو هوملس و بی خانمان اینقدر هست، زیر هر پول ببینی مردکه اینه تو گردن داره، ببینی که اونه هوملس است، بی خانمان است، بچه جوانه ببینی که طرف قوارش ببینی بگی امیره ببوری بوشوی خوب پاک تمیز کنی. خب یک بچه امریکایی است، در امریکا به دنیا آمده، پاسپورت امریکا را داره، ولی چون یک بی‌تنبل بی تنپرور بوده امروز هوملس شده. خب امروز بیاییم درباره دختر افغان گپ میزنیم که سال 2021 آمده در امریکا و داستانش را برام فرستادم. من خواستم آخر داستان بر از اونا یک نصیحتی هم بکنم. خوشبختانه دختر بسیار هوشیار هستن و دختر بسیار فامیده هستن. خب عزیزان دل، اینا سال 2021 آمدن در امریکا، چی قسم آمده؟ همون زمانی که تیاره مردم ها را می آوردن، اینا هم خود از در بین همون مردم آمدن در امریکا. خب زندگی افغانستانش را برمه تعریف کرده. سلام خاله سارا، امیدوار هستم که خوب و خوش باشیم. من دختری بودم بسیار درسخوان و دختری بودم بسیار پرتلاش، هم یک کاری را پیدا کرده بودم در بغل درس خواندن من کار می کردم. مترجم یک شرکتی بودم که ترجمانیش هم میکردم، از سویدنیا بود، دفتر سویدنیا مترجم بودم. خب خواهر سارا من اونجا کار میکردم و درس هم میخواندم. خاله سارا، البته من خاله گفته نمیفهم، خودش گفته من حدود 29 ساله یا 30 ساله دختر هستم. کار میکردم و خانه ما بسیار خواستگار میامد. همیشه از پدر مادر میخواستم که من شویی نمیکنم، مادر پدر من آرسی نمیکنم، باش که من اول برتان یک خانه خوب بخرم. ما یک خانه بسیار قدیمی و خرد داشتیم در مزار شریف. من میخواستم که خانه کلانتر برای فامیلم بخرم و داخل از اون راحت زندگی کنیم. پدر و مادرم زندگی خوبی نداشتن، چون پدرم همیشه کارگر بود و بیچاره کار میکرد، دمای دکان غلدک کشی میکرد یا دیگه میکرد. من بسیار دو من رنج میبردم. بالاخره تا اینکه من در دفتر سویدنیا کار پیدا کردم و از اون طریق من برام یک کار پیشنهاد شد در کابل و من خواستم برم کابل. که فامیلم مشورت کردم که این ماشه که برام میتن و من میتونم هم پوانتون و من تغییر بتونم برم کابل و در کابل کار کنم و هم ماشم سه برابر این ماشه که میاله میگیرم میگیرم. پدرم یک مرد بسیار ساده بود، گفت که بچه ام کابل میری، تو دختر جوان هستی، تنها چی تو میکنی؟ مادرم گفت که خب باش بوره کار میکنه، دختر هوشیار است. میفهمیدن که من در پشت شوی و دوست بچه و یعنی خرابکاری و اینا نیستم. دختر بسیار ساده بودم که همیشه کلاگی بر من میگفت که تو چرا رایش نمیکنی؟ چی قسم سرواز هست؟ در خود نمیرسی، لب نمیزنی، دیگه دخترها واره سرخ از سرمه و سرخ از سفیده نمی کنی. من میگفتم نه، من میخواییم که فامیل ما در یک جایی برسانم،
دلم بسیار به حال پدری زحمتکشم میسازم. وقتی که من تصمیم گرفتم برم طرف کابل، فامیلا جمع شدن و چون پدرم ساده بود در پیش هرکس گفته بود، کاکای ما آمدن و بچای کاکای پدرم آمد که دخترش تو میمانی بره کابل. هرچی که من عذر زاری کردم اینا گفتن نه، دختر باید شوی کنه در این سن و سال، چرا ای کابل میره در شوی بده قلین شو بگه. و من برای پدرم گفتم پدر من شوی نمی کنم، من همی قلین براتان در یک سال مجور میکنم، وعده میکنم، چرا میخواین مرا در شوهر بتین؟ خب بالاخره پدرم قهر کرد و مادرم اجازه داد و پدرم اجازه ند و من بدون اجازه اینا من از خانه رفتم و آمدم کابل، یعنی انتقال دادم و پانتون اومده کابل و جور کردم و از طریق ایمیل و از طریق ازی و ازو بسیار کارا کشف پش و از طریق دفتر و بالاخره من جور کردم آمدم کابل. من کابل آمدم، حدود یک سال را من در کابل کار کردم خالصارا، یعنی من قدر پیسه برای فامیلم روان میکردم یا خودم میبردم میرفتم که من میگفتم پدرم از کاری که کرده پشیمان شود. ولی پدرم هنوز ناراحت بود، میگفت هر کس مرا میبینه از من میپرسه که یک دختر جوان چی میکنه کابل رفته، چرا مردم افغانستان پشت گپ بسیار میگرده، هیچ وقت طرف یخن خودش نمیبینه که خود من چقدر مشکل دارم، ولی سعی میکنه که یک نفر دیگر بشورانه بر علیه اولادایشان. این وظیفه مردم به تمدنی دور از خوبایشان باشه افغانستان است. زن و مرد پایلوچ میکنیم که یک نفر جنگ بندازیم در خانهشان. وی نباشد از شما چی؟ کمی دختر برا کابل، بیخی همی دختر برا کتر کس خو کنه بیشه نبال، بیخی از دوست شو، در شما چی؟ در شما چی میرسه؟ یا شما چی کم میشه؟ میگه هر کاری کردم خب پدرم خوش نمیشد. خب خلاصه در جایی که کار میکردم مردی بسیار خوب و نازنین، یک بچه ای که زن نگرفته بود، بسیار سربزیر بود مثل من، مثل خود من، علاقمند من شد و بر من دو سه بار پیشنهاد داد که از مردم خودمان بود که بیا با هم دیگه عروسی کنیم. اما برشان گفتم که من در فامیلم وعده کردم که من عروسی نمی کنم. گفت سن و سالتان خورد نیست، چرا این وعده را کرده؟ من میایم خانه تان خواستگاری. خب تعطیلات پوهنتون شد و ما خواستم برو مزار شریف و ایرم گفتم مک رفتم بعد از ما شما بیاییم خواستگاری. مردی بسیار خوب بود، تقریبا یک سال بود که ما یک کار کرده بودیم، من هنوز ندیده بودم که با کسی چشمچرانی کرده باشه یا کدام گب بد کسی را زده باشه در دفترم، بسیار کسا ای را دوست داشت. خب حالا سارا ما رفتیم و رفتم مزار شریف و با فامیلم گپ زدم که یک نفری هست میخواه بیای خواستگاری من. پدر من یه گبه دوباره در همگی جای پیچاند که یک نفر هست میای خواستگاری دخترم. دوباره اونا دخالت شروع کردن که معلوم نیست که او سنی باشه، معلوم نیست که او شیعه باشه، یعنی اگر او تو سنی باشه او معلوم است شیعه باشه، اگر تو شیعه باشه معلوم است تو سنی باشه، معلوم نیست که او چی کاره باشه، او از کی باشه از کی نباشه. پدرم دو پایش در یک موزه کرد که یا با بچه نواسه کاکای مارسی میکنی یا که تو را نمیبخشم و آق میکنم. خب اینا آمدن خواستگاری و پدرم جواب کرد که من نمیتونم شما را دختر. هرچی بیچارا گفتن که من هرچی شما بگوین ما همونتو میکنیم، گفت نه، چون تو در مذهب من هستی من نمیتونم دختر من. خب اینا رفتن و من بسیار دلم پردرد و از خانه رفتم و پدرم ایش خدمه خداحافظی نکرد. گفت دختر اگر من بمرم تو را میگم سر مردم نبیایی، چون تو گفت من همیشه در زمین مانده. و من خداحافظی کردم، گفتم پدر جان سن من کلان شده و هر تصمیمی که خودم بگیرم شما دیگه نباید دخالت کنیم، من قلینی که تو از هر کسی میگیری پوره کرده بر تو و هنوز هم بازم ادامه داره بر تو پوره میکنم، چرا این کار با من میکنی؟ خداحافظی کردم آمدم خالصارا کابل و خب خلاصه سری کار شدیم که طالبای نجیس پلاکت آمدن افغانستان، کلگی فرار کردن و رفتن و اینا آمدن افغانستان، همه جای بسته شد و ما هم دمو کابل که دمو دفتری که کار میکردیم، ما از اونجا من کل اونا را سویدنیا کشیده بردم. من لالوانو چون مخانه یک از دوستایم، یک دوست دختری که با من کار میکرد مخانه اونا رفته بودم و ما وی از سویدنیا ماندیم،
ده یه طرف کابل و اونا برای ما ایمیل میزد که بیا، ما از ترس خانوادهم که مرا میگفتن که نه 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 نه، پدرم میگفت پس مزار شریف بیا، زود بیا، زنگ میزد و پشت سر هم که بیا مزار شریف بیا. خب خلاصه براتان بگویم که قسمت ما سویدن نبود، موتری که دنبال ما آمده بود و ما را گرفته برد و ما را برد در میدان هوایی. ما در جمعی کسایی که امریکا می آمد، خب ما آمدیم قطر و خب خلاصه از اونجا آمدیم امریکا. در قطر از ما پرسیدن که کجا میرین و شما چی میکنین و خب چون سویدنی ها را کسای کارکنای سویدنی ها بود سویدن میبرد. دختری که با ما یک جای کار میکردی برای ما گفت که همین کسایی که در سویدن هستن هیچ خوش نیستن، اگر ما موتور امریکا ببره شانس طرف ما دوتا روخ میکنه، یعنی شانس میه طرف ما. من گفتم چطور؟ گفت تا جایی که من شنیدم میگه امریکا یک کشوری هست که هر کس میتونه اونجا رشد کنه. دختر اگر موتور امریکا ببره ما چقدر چانس آوردیم. خب خلاصه ما چانس آوردیم و ما را آوردن امریکا. امریکا آمدیم خلاصارا. تا امریکا نامده بودیم من جرأت نداشتم که در پدر و مادرم زنگ بزنم. خلاصه وقتی که در امریکا رسیدیم من زنگ زدم در پدر و مادرم که ما در امریکا رسیدیم. مادرم یکم گریه کرد و گفت پدرت قدر خون داده مرا، یعنی جنگ کرده که به خدا که از روزی که تو رفته ما هیچ روز خوش ندیدیم. از حیران ماندیم که چی کنم و فامیلایش هم همه تو میاین و میرن و فقط سراغ تو را میگیرم. خب خلاصه را رسیدم امریکا و خلاصه زبان شروع کو تلاش بکو. دختری که با ما آمده بود فامیل از اینا رفت، اینا فامیل داشتن در نیویورک و اینا نیویورک رفتن و من در کالیفرنیا ماندم. در کالیفرنیا هیچ کسی را نداشتم و در کالیفرنیا شیشتم و گفتم برای خود زندگی جور میکنم. خب خلاصه زنگ میزدم که فامیل و اینا را دلداری میدادم. من دو تا خواهر از خود خورد دارم، یک برادر خورد دارم، من دختر کلان خانه هستم. خب بالاخره بعد از اینکه یک سال پیش که بر من خبر دادن که پدر تو بسیار حالش بد است و پدرم در شفاخانه تمام کرد و پدرم فوت کرد و من خواستم که مادرم با فامیلم اینجا بیارم و بسیار کارای اینا را شروع کردم و که اینا را زود هر چه زودتر شون. من خواهر بیادر دارم و اونا زیر سن نیستن، هنوز کارای اینا جور نشده. ممکن است که مادرم تنها نمیایه، میگه من باید خواهر بیادرتان بیایه کدمه، خواهرای تو با بیادرتان باید بیایه، من تنها نمیایه. خب خلاصه خانه دارن در سودا انداختن و خانه رم سودا کردن فکر کنم چند وقت بیشه و قرار است که اونا را من بیارم، ولی نمیشه. هرچی که میروم میگه چون برادر و خواهر تو بالای سن است تو میتونی مادرت بخوای و مادرت اونا را بخوایم. مادر ما یک مادری هست که میگه من بدون اولادایم از پایم از مزار شریف بیرون نمیمانم. خب یک طرف خالصارا. بعدی که من آمدم امریکا مردی که با ما کار میکرد اینا رفتن سویدن و اینا سویدن رفت و از طریق ایمیل ما با هم دیگه ایمیل میکردیم. فعلا او در سویدن است و ما در امریکا. بسیار ابراز علاقه میکنه و من میگه بسیار دوست دارم، من میخواییم که با من عروسی کنی و یا تو بیای سویدن یا من میایم امریکا، هر رقم که تو خوش داری من همون رو میکنم. خواستم امروز یک از شما نظریه شما رو بخواییم. آیا من اگر با این مرد عروسی کنم ای را بیارم امریکا، من خود سویدن نمیرم، نمیشینم، شاید برم به خاطر عروسی با این، ولی من امریکا رو بسیار خوش دارم. من خیال میکنم هر روز من در امریکا زیاد و زیادتر رشد میکنم. اینی از روزی که من در کشور آمدیم نه من احساس غریبی کردم و نه احساس تنهایی کردم. چرا؟ تنها هستم، بی کس و کوی هستم، ولی من باید خود بسازم، باید فامیل من اینجا بیارم، خواهر و بیادر من و مادر من اونا را کلش از دوشان مواظبت کنم و اونا بیاین در امریکا کشوری به زیبایی یا شهری به زیبایی را اونا ببینن. ولی من نمیفهمم که چی کنم، آیا با این مرد عروسی کنم یا نه که باش مادر و بیادر و خواهرم بیایه بعد با این عروسی کنم. این بسیار شب و روز بر من زنگ میزنه یا ایمیل میکنه که چی میکنی. من سن و سالم تیر شدم، من 4 سال است که تو 3.5 سال است فکر کنم اینا آمده یا 3 سال یک کمی که زیادتر.
چی میکنی؟ من بر تو شیشته امتحالی. اگر نه مرا جواب میکنی خب جواب کو که من یکان زن دیگه بگیرم. اگر جواب نمیکنی خب بیا شیرینی میکنیم تا مادرت بیایه که حداقل من در تو امید داشته باشم. نمیفهمم چی کنم. خاله سارا مرا راهنمایی کو و من که باید عروسی کنم یا نه. مرد بسیار خوب است. خوب عزیزان دل، داستان دختر را شنیدین و داستان فامیلش هم شنیدین. نظریه ما برای دختری است که تو دختری خردسال نیستی که ما برای تو بگویم که نه همراه مرد عروسی نکو، ممکن است فردا تو را آزار اذیت کنه. هیچ شوی کسا در امریکا اذیت نمیتونه اگر خودش تنبل نباشه. اگر خوش داری خب برو کتش عروسی کو، نظر خودت است، نظر شخص خودت. اگر نه او قدر علاقمندش نیست، دختری قصال عرصه نکرده، استاب کو ببین که مادرت شاید تنها بیاری زودتر. ولی اگر در امیدی برادر و خواهر بشینی، برادر و خواهرت اگر بالای سن باشه 15 سال در بر میگیره تا اونا را تو اینجا بیاری. خودت میفهمی، خودشم گفتم من میفهمم، چون برادرم خود من که اپلای کردم بر برادرم گفت 15 ساله در بر میگیرم تا 16 ساله که او بیای امریکا. خب این حالی خودتو میفهمی که چه کنی دختر خوب و دختر نازنین که اینقدر دختری. من هنوز ندیدم هیچ کسی از امریکا اینقدر تعریف کرده باشه، ولی دختر بسیار تعریف کرده در حالی که تنها است و هیچ کس و کوی را هم ندارم و تا حالی بویفرند نگرفته، با هیچ مردی در رابطه نیست. چرا که میگم من وعده بر از او کرده بودم که کتو تو عروسی میکنم، هنوز او را جواب نکردیم. بسیار مردایی سر رای من قرار گرفته، ولی من برشان گفتیم من نامزاد دارم. نامزاد ندارم، فقط همون مرده که وعده کرده بودیم. در ایمیل ما با هم دیگه گپ میزدیم تا در امریکا رسیدیم که از طریق نمبر تلفن و دیگه ما دوباره رخ شدیم و گپ میزنیم و هنوز ما سویدن نرفتیم و او هم هنوز او خونه میتونه امریکا بیایه، من میتونم سویدن برم. و خواستم برتان بگویم که من راهنمایی کنید مثل یک مادر. ببخشید خاله سارا، بسیار روی تان حساب کردیم. شما یک زن فهمیده و با درک هستین، افتخار ما هستین. خواستم مرا راهنمایی بکنید. خب من برشان میگم که اگه زیاد عاشق و معشوق یه مرد نیستی، خب بیا عروسی را عقب بنداز، باش ببین که مادر جانت چی میکنه، باش که حداقل مادرت پیشت باشه. در امریکا عروسی کردن بسیار آسان است. بویفرند گرفتن و بویفرند الا کردن یا مشوی الا کردن و شوی گرفتن بسیار آسان است. امریکا کس کسی را نمیتونه که مثل او دختر در سویدن در 2 سال در جنگل زندانی کرده، پدر کسی اینجا یک سگش را نمیتونه در 2 سال در خانه زندانی کنه. اینقدر قانون است اینجا. و اگر هم نه که میگی من او را بسیار دوست دارم، من را دوست دارم، عزیزم برو نامزاد کو، میتونی راحت. یک امریکایی که در امریکا گرین کارت داشته باشه میتونه تمام کشورها رو بگرده، پاسپورت داشته باشه میتونه تمام کشورها رو بگرده. فقط تنها جایی که از تو ویزا میخواد چاینا هست، دیگه جایی دنیا از تو ویزا برای امریکا رو نمیخواد که تو ویزا نداری. میتونی بری کتش عروسی کنی و بیارش امریکا. میتونی ها شویه میتونه از 1 سال، از 6 ماه تا 1 سال هر کسی که باید که عروسی کنه میتونه بیاره. ولی قانونی که اینجا پاسپورت بگیره یا زود گرین کارت بگیره اونا رو من نمیفهمم که چه قسم است. ولی زود هم اینایی که بوی فرند دارم میارن امریکا، اویش هم دیگه شا نمیفهمم. در دیگه وارد جزئیات نمیشم که ولی خیلی هایتان پرسان کنیم که در چقدر وقت همیشنیدیم میگه بوی فرند تا یا مشوی تا از 6 ماه تا 1 سال میتونی گرفته بیاری امریکا. باز خداوند بزرگ است، میتونه قبولی رو بگیره و یا اگر کدام خلافی کرد میتونه نگیره، پس رپورت شود. داستان یه دختر هوشیار را براتان گفتم و خواستم براتان بگویم دختر پزشکی میخوانه. یعنی هوشیاریش از یه است که دختر آمدن دپرشن گرفته و یه دختر آمدن کدام مریض شده و نه مثل بعضی دخترها خانه در خانه گشته که
ده خانه ای برو ده خانه او برو. ما دیق شدیم، خیلی دختر ها بودن ده تلویزیون کار میکردن، اینجا آمدن یک چیزایی از اینا. من به خدا شنیدم که اوش از سرم رفت، گفتم چی خبر است؟ از مثل افغانستان واری کشور بر آمدی، آمدی در امریکا، برو پشتی پیشرفتت بگرد، پشتی یک درس و دیگه و دیگه، ولی تو تا رسیدی بویفرند بگیر. و خودمو افغانستان هم شما چقدر آزاد بودین، دمو داخل تلویزیون میتونستین، چقدر دوستا داشتین، دیگه داشتین، ولنتاین بود و جشنا بود و محفلا بود و تویا بود 24 ساعت. شما قید نبودین که اینجا اومدین مثل زیردار گریختگی و گایدخانی این مرد برو گایدخانی اون مرد برو، که خب ما آزاد شدیم. اینی آزادی های بیش از حدم عزیزان. میگه تابی سری را فقط گوسفند میاره، گوسفند یا گوسفند یا شطور، امید قصه امی یک متل است. حالی هم کسی که در امریکا میایین مثل ای دختر سعی کنین، کسایی هم که تا حالی نمیفهمیدین لطفا امی داستانا رو گوش کنین، پشت پیشرفتت بگردین، درس بخونین. و خدا قدر شوی پریمان است مثل پشه، شوی افغان، شوی ایرانی، شوی امریکایی، شوی پاکستانی، شوی هندی، قدر شوی از جوال جوال دم دانای در انداختگی است. باز بخصوص هم دختر افغان گفته اینه تو میلرزن، خیال میکنه اینا همو دخترهایی هستن که اونجا نان پخته میکرد و اشتگداری میکرد و خانداری میکرد. خبر نداره که اینا اینجا آمده همو اشکنه رو یاد ندارن. من راستش رو میگم حقیقتا، دختری که از افغانستان آمد اینجا تنها آمدن یا با فامیل آمدن بسیار تنبل شدن، تن پرور شدن. خیلی هایشان رو ببینی گریه میکنه، من دپریشن گرفتم. حال چرا دپریشن گرفته؟ خب من تنها هستم. خب تنها هستی، تنها هستی، برو پس برو. حال چرا گریه میکنی؟ چرا زار میزنی؟ چرا مریض شدی؟ در امریکا برای جای آمده باید 24 ساعت بگوی امریکا بیرقت بالا که من اینجا آوردی، در یه امنیت و در یه آسایش و آرامش. میلیون ها پول مردم مصرف میکنن، اینجا قبولی رو نمیتونه بگیره. و خدا من کسایی رو میال میشناسم که میگن $30,000 ما در وکیل دادیم، هنوزم که هنوز است، مرا فقط از طریق موکل هنوز دپورت نشدیم. ممکن است ما دپورت شم، ولی شما رو آسان آورده شانده این خانه ای زندگی بشه، اینی نان گفته بخت درش عواز کرده و شما ها رو آورده. نه اینترویوی، نه 6 سال پشت کیس ماندگی، آمدین در کشوری ابرقدرتی امریکا در آمدین و شما دپریشن نگیرین. من بگیرم میبخشن عزیزان دل، من ریزش کردیم. خب عزیزان دل، داستانی دختر ما را شنیدین که مرا خاله گفته، فکر میکنم که جای دخترم باشم. خداوند یار و نگهدارتان. نظریاتتان را در کامنت نوشته کنین، یادتان نره دوستتان دارم، هر جای دنیا هستید سرفراز و سربلند باشید.